سلام خدمت شما عزیزان، امیدوارم که مثل همیشه پر از آرامش و عشق باشین. امروز با یکی دیگه از برنامه‌های بیوتی فیس در خدمت شما هستم و قراره که یه مبحث خیلی مهم در مورد صورتمون رو با هم دیگه داشته باشیم. امروز می‌خوایم در مورد یوگای صورت و در واقع روش‌های ریلکس کردن صورتمون، پوست صورتمون با هم دیگه صحبت کنیم. حتما این برنامه رو دنبال کنید اگه که دوست دارید پوست صورتتون رو ریلکس کنید و در واقع آرامش ببخشید به پوست صورتتون و کامل به سیستم گردش اعصابتون. خب اولین سوالی که برامون پیش میاد این که یوگای صورت یا این ریلکس کردن برای پوست صورتمون میتونه چقدر مفید باشه و در واقع باید بررسیش کنیم ببینیم که چه فوایدی برای ما داره. یوگای صورت فواید بسیار زیادی داره. یکی از مهمترین فوایدش این هستش که امروزه به دلیل فشارهای روانی زیادی که خب روی هر کدوم از ما هستش باعث میشه که یوگا بیاد احساس آرامش به ما بده و باعث بشه که این تنش ها، استرس ها و استراب ها از ما گرفته بشه. یکی دیگه از فواید یوگای صورت این هستش که با این ماساژ هایی که ما انجام میدیم باعث میشه که این عضلاتی که زیر پوست صورت ما قرار گرفتن باعث بشه که تقویت بشن، برجسته بشن، میتونه باعث بشه که در واقع این عضلاتمون حالت لیفت بگیره و این چین و چروک هم از بین بره. و همچنین اگه شما دوست عزیز سردرد های خیلی زیاد میگرنی دارید یا اگه از سینوزیت رنج میبرید، این ماساژ ها به شما خیلی میتونه کمک بکنه که تا حدود خیلی زیادی از شر این دردها خلاص بشی. تا حدودی خدمت شما دوستان فواید یوگای صورت و این ریلکس کردن رو گفتم. مثل همیشه من خیلی مختصر تیپ های پوستی صورت رو خدمتتون بگم که اگه شما دوست عزیز اولین باره که این برنامه رو میبینید حتما تیپ پوستی خودتون رو بشناسید و با توجه در واقع به این تیپ پوستیتون بتونید ماساژ ها و ماسک های صورت که مختص اون تیپ پوستی هستش رو انجام بدید. ما سه نوع تیپ پوستی داریم: پوست های خشک، پوست های چرب، پوست های مختلط و ترکیبی. اگه دائما پوستتون در حالت کشیدگی هستش، خشک میشه، پوست میشه و یه حالت خیلی کشیدگی زیاد بعد از استحمام دارید، مطمئن باشین که تو دسته تیپ های پوست خشک قرار گرفتید. اگه یه لایه چربی مخصوصا روی گونه هاتون و مثلث بینیتون همیشه پدیداره، شما قطعا توی تیپ پوست چرب قرار گرفتین. و اگه نه پوست خیلی خشکی دارین که حالت کشیدگی داره، نه اون چربی رو خیلی روی پوست صورتتون حس میکنین، شما جزو دسته پوست های مختلط و ترکیبی هستین و خب بهترین نوع پوست رو دارین که پهاش بسیار خونسایی داره. خدمتتون این سه تا تیپ پوستی رو دوباره گفتم، پس الان کامل میتونین خودتون تشخیص بدین که توی کدوم یکی از دسته های در واقع تیپ های پوستی قرار گرفتین. خدمت شما عزیزان، امروز قراره مثل روال همیشه 5 تا تکنیک ماساژ بگم برای این یوگای صورت و در واقع ریلکس کردن اعصابمون و پوست صورتمون. اما بعدش مثل همیشه ما یه ماسک خونگی با هم دیگه درست میکنیم که با بالا بردن جریان خون به وسیله اون ماساژی که انجام میدیم، این ماسک خونگی هم باعث بشه که پوست ما خیلی بیشتر بتونه تنفس بکنه و منافذش بتونه در واقع کلاژن سازی کنه. ماسکی که امروز قرار داره تو این برنامه‌مون و باعث میشه که پوست ما بعد از اون ماساژا بیشتر بتونه حالت ریلکس به خودش بگیره، ترکیب دو تا ماده‌ای هستش که تو خونه هممون مثل همیشه دم دسته و تو آشپزخونه هممون پیدا میشه. یکی از اون مواد شیر هستش و ماده بعدی گلاب. از ترکیب شیر و اون گلابه با هم دیگه شما ببینید که چه ماسک خونگی میتونین درست کنین که باعث بشه که به پوست شما و اعصاب شما آرامش ببخشه. مثل همیشه
دستاتون رو تمیز بشورین، صورتتون رو تمیز بشورین، برگردین با همدیگه اول تکنیک های ماساژ رو انجام بدیم، بعد بریم سراغ ترکیب اون دوتا ماده شیر و گلاب با همدیگه تا بتونیم اون ماسک خونگی رو درست کنیم و روی پوست صورتمون بزنیم. خب دوستان عزیزم، من دستامو تمیز شستم، برگشتم خدمتتون. در مورد ماساژ صورت امروز برای یوگای صورت، ما نیاز داریم به این گویهای یخی که فکر میکنم بیشتر شما عزیزان اینا رو دیدین و اسمشون گویهای یخی هستش، و این ماساژور سنگی و رولی که جفتشون هم تو بیرون تو لوازم های بهداشتی آرایشی پیدا میشه. حالا امروز من قرار شده که با این برنامه بیام هم ماسکای خونگی و هم این لوازم رو جایگزین کنم که شما دوست عزیزی که اگه حتی اینا در دسترستون نیستش و نمیتونین تهیهش کنین، با جایگزینی که توی خونه دارین بتونین همین ماساژها رو انجام بدین. خب اولین جایگزین ما در مورد گویهای یخیمون هستش. این گویهای یخی ما باید درون فریزر بذاریم نیم ساعت این گویها رو، و وقتی که یخ میزنه و در واقع حالت خنک پیدا میکنه و روی صورتمون ماساژ میدیم، کار ریلکس کردن و لیفت کردن و این کین و چروکای پوستمون رو از بین میبره و نمیدونید که چقدر حس خوبی داره الان با هم دیگه انجام میدیم. اما مشکلی نداره اگه این گویها در دسترستون نبود و نتونستین که در واقع با اینها صورتتون رو ماساژ بدین. جایگزینش من خدمتتون دو تا قاشق که خب تو خونه هممون هم پیدا میشه استفاده میکنیم و دقیقا همین کار رو انجام میدیم. پس لطف کنین اگه که تو دسترستون بود نیم ساعت این گویها رو بذارین توی فریزرتون یخ ببنده، و اگه نبود جاش هیچ مشکلی نداره، دقیقا این قاشق ها رو نیم ساعت بذارین، حالت خنک پیدا میکنه و دقیقا همین کار رو میکنه. بریم با هم دیگه انجام بدیم. خب دوستان عزیزم، قبل از اینکه این ماساژا رو بخوایم شروع کنیم، حتما دستاتون رو به وسیله کرم، هیچ فرقی نداره چه کرم باشه که تو خونمون هستش، یا اینکه میتونین به وسیله روغن زیتون یا نارگیل، هر کدوم از اینا بودش هیچ مشکلی نداره، کاملا دستاتون رو در واقع چرب کنین و روی صورتتون بزنین و بعد این تکنیک های ماساژ رو انجام بدین. خب من دستامو چرب کردم، روی صورتم هم کامل کرم زدم، چرب کردم. به وسیله این دوتا گویها، اول با گویها خدمتون انجام میدم. اولین تکنیک این هستش که شما دوتا گویها رو کنار تیغه های بینیتون بذارین و از اینجا یک چرخش بدین، بیارین به سمت گوشه های ابروتون و اینجا یک فشار دورانی بیارین و فوق العاده حس آرامش بهتون میده. یک بار دیگه با هم انجام بدین. کشش و اینجا به صورت دورانی. خیلی با آرامش این کار رو انجام بدیم. خب حالا جایگزین این من با قاشق خدمتتون انجام میدم که ببینین همین کار رو دقیقا انجام میدیم. خب این دوتا قاشقا کار همون دوتا گویی های یخی رو میکنه. نیم ساعت گذاشتیم کاملا خنک شده، از قسمت گوشه های تیغه بینیتون به سمت گوشه های ابروتون حرکت دورانی، دوباره انجامش بدیم با هم. این حرکت رو چه گویی های یخی تو دسترستون بود چه نبود با قاشق به تعداد 10 تا انجام بدین و همیشه سعی کنید که این ماساژ هایی که برای یوگای صورت در واقع دارین انجام میدید و شب قبل از خواب انجام بدین که بعدش که حالت استراحت دارین صورتتون کاملا بتونه تو حالت تنفس باشه و استراحت باشه. بریم سراغ دومین تکنیک توسط این گویی ها. این سری گویی ها رو بذارین روی قسمت پیشونیتون و کشش
و دقیقا در قسمت گوشای ابروتون به حالت دورانی فشار بیارید. دوباره انجامش بدیم. لطفا حتما امتحان کنید، حتی اگه گویی ها نبود با اون قاشقا، و ببینید که چقدر تاثیر داره و چه حال خوبی بهتون میده. این ماساژ هم به تعداد 10 تا انجام بدید. خب بریم دوباره با قاشق انجام بدیم جایگزین. دو تا قاشق رو میذاریم قسمت پیشونی و فشار و حالت دورانی. دوباره واقعا حس خوبی داره، حتما انجام بدیم. این هم با قاشق. سومین تکنیک ماساژ برای قسمت عضلات زیر چونمون به سمت بالا و دوباره حرکت دورانی روی قسمت پایین ابروهامونه به این صورت. به سمت بالا کشش بیارید، از قسمت چونتون به سمت بالا کامل کشش بدید. واقعا حس خوب و ریلکسی به صورتتون میده. یادتون باشه از پایین که به سمت بالا میبرید حدود 4 تا دوران تو این قسمت انجام بدید که خون رسانی رو تو این قسمت بالا ببرید. با قاشقا خدمتتون انجام بدم. این هم با قاشق. هر کدوم از این ماساژ ها رو به تعداد 10 بار تکرار کنید. بریم سراغ چهارمین تکنیک. این مخصوص کسایی که بیشتر سردردهای میگرنی دارن و واقعا وحشتناک این سردرد، و کسایی که سینوزیت دارن و ازش رنج میبرن و اونم خیلی درد بدی هستش. با انجام دادن این تکنیک خیلی میتونیم کمک کنیم و دردتون رو کاهش بدیم، به این صورت که به وسیله این گویی ها یا حالا اون قاشق که با هم دیگه قرار انجام بدیم از سمت پایین به سمت بالا کامل با کشش این قسمت ها رو ماساژ بدیم. وسط ابروتون و فوق‌العاده حس خوبی بهتون میده. حتما امتحان کنین، چون که این گویی ها یخی هستن و قاشق هم که هیچ فرقی نداره، اونم یخ گذاشتیم زده و خنکه. به مدت 2 دقیقه این کار رو انجام بدیم. بریم با قاشق ها امتحانش کنیم. از پایین به سمت بالا دقیقا همون کار رو انجام میده، هیچ فرقی نداره. پنجمین تکنیک ماساژ رو قراره که با این رولر سنگیمون انجام بدیم. و بیشتر ماساژهایی که برای ریلکس کردن در واقع صورت و یوگای صورت انجام میدیم بهتره که تو این نواحی باشه، چون که سیستم اعصاب تو این نواحی خب بیشتره و این واقعا کمک میکنه بهتون که آرامش بگیرین. حالا به چه صورته؟ با این قسمت، اگه که این رولر سنگی تو دسترستون بود به وسیله این انجام بدین، اگه نبود جایگزینش با قاشق الان دوباره خدمتتون میگم. این رولر رو قسمتی که کوچیک هست و بین ابروهاتون بذارین، قسمت وسط دو تا ابروتون از قسمت پایین به سمت بالا فقط بکشین به این صورت. واقعا شاید نگاه کنین بگین که این میتونه چه تأثیری داشته باشه، اما همین الان اگه این رولر رو ندارین به وسیله قاشق انجام بدین، ببینین که چقدر بهتون حس خوب میده. الان با قاشق هم براتون انجام میده. برای انجام دادنش با قاشق
ما از قسمت پایین قاشق استفاده میکنیم، اما توجه داشته باشین که دارین اگه که گویهای یخی یا اون رولر رو ندارین از قاشق استفاده میکنین، حتما توجه داشته باشین که قاشقتون قسمت زبر نداشته باشه، پوست صورتتون رو آسیب نزنه. و خب الان این قاشق من کاملا دورش نرمه و آسیبی به پوستم نمیزنه. برای این تکنیک قسمت پایین قاشق نیاز داریم و همون کار رو انجام میدیم، وسط دوتا ابرومون میذاریم و از پایین به سمت بالا ماساژ میدیم. این تکنیک هم به مدت 2 دقیقه انجام بدیم و بعد ببینیم که چقدر خون رسانی توی پوست صورتتون در واقع بالا رفته و چقدر حس سبکی و آرامش داریم. در مورد خواص شیر خواستم خدمتتون بگم. اگه که برنامه قبلی رو دیده باشین خدمتتون توضیح دادم، اما دوباره اینجا میگم شیر مواد مغذی خیلی زیاد داره، همونجوری که مینوشیم و برای بدنمون مفیده، برای پوست صورتمون هم به همون میزان میتونه خیلی مؤثر باشه. شیر به واسطه کلسیومی که داره و به واسطه پروتئینی که داره باعث میشه که پوست صورت ما کاملا تغذیه بشه و از ترکیبش با اون گلابی که خدمتتون گفتم پوستمون حس آرامش و یه حس ریلکس کردن در واقع بده. در مورد خواص گلاب هم، گلاب از زمانهای قدیم به عنوان دارو حتی استفاده می شده و الان هم به عنوان یه تونر پوستی عمل می کنه، پوست رو میاد کاملا پاک سازی می کنه و به خاطر خواص ضد باکتریایی که داره باعث می شه که پوست ما همیشه در حالت سلامت باشه و پهاشش حفظ بشه و از ترکیبش با شیر خدمتون گفتم باعث می شه که پوست ما به یک آرامش و یه حس خیلی خوب برسه. خب 5 تا ماساژ رو با هم دیگه انجام دادیم، الان پوستمون کاملا گردش خون توش بالا رفت و الان مستعد این هستش که این ماسک رو بیاریم روی پوستمون بذاریم و اون حس آرامش رو بیشتر به پوستمون بده. بریم با هم دیگه شیر و گلاب رو ترکیب کنیم، برگردیم و بیاریم بذاریم روی پوست صورتمون. من برگشتم خدمتتون، شیر و گلاب رو با هم دیگه ترکیب کردیم، الان میذاریم روی کل صورتمون. با هم دیگه انجام بدیم اول، بعد خدمتتون بگم که مثل همیشه مدت زمان این ماسک چقدره. کل صورتتون رو از این شیر و گلاب پر کنید. تا اون حس ریلکسی و آرامش رو بهتون بده و پوستتون رو تغذیه کنه. تمام قسمت صورتتون رو پر کنید. خب من تقریبا پر کردم زیر قب و هیچ موقع فراموش نکنید. خب وقتی که کل صورتتون رو گذاشتین اجازه بدین که حدود 20 دقیقه بمونه، اما اگه تحملش رو داشتین نیم ساعت روی پوستتون بمونه خیلی بهتره، چون این شیر و گلاب خدمتتون گفتم دو تا ماده پرخاصیت هستن که پوستتون رو تغذیه میکنن و اون حس آرامش رو به شما میدن. و یادتون نره که این ماساژ و ماسک خونگی رو که خدمتتون الان گفتم و همیشه قبل خواب انجام بدین تا حس آرامش بیشتری بهتون بده. خدمتتون برگشتم، پوستم رو شستم و اینکه بهتون حتما توصیه میکنم این برنامه واقعا از تمام برنامه های مراقبت پوست مهمتره، به خاطر اینکه خدمتون اول برنامه هم گفتم تاثیر مستقیم داره با قسمت اعصاب شما و باعث
اون حس آرامشه میشه. و حتما اون 5 تا تکنیک ماساژ رو لطفا حتما تاکید میکنم هر شب انجام بدین، ببینین که اگه که خدایی نکرده اون سردردهای میگرنی یا سینوزیتو در واقع دارین یا اینکه همش تو فشارهای روانی استرس و استراب هستین، باعث میشه که واقعا اینا کاهش پیدا کنه و کاملا بهبود پیدا کنه. به انتهای این برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مثل تمامی برنامه‌های بیوتی فیس بتونه واسهتون مفید واقع بشه و بتونه باعث بشه که با تمام موادی که تو خونتون دارین و این ماساژهایی که خودتون میتونین روی پوست صورت خودتون انجام بدین، بتونین چهره‌ای شادابتر، اعصابی آرامتر و همیشه پر از آرامش باشین. خدا نگهدار.